درود بر شما من سام ایران هستم امروز 13 تیر ماه هست و چهارم از ماه جولای و شما بیننده و شنونده یکی از پادکست های کوتاه من هستید بسیار ممنون و متشکریم که با لایک های خودتون ما رو همراهی میکن اما میخوام برم سر اصل مطلب و این پادکست رو کوتاه نگه دارم روز گذشته در مطبوعات خبری منتشر شد که جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه، یکی از نمایندگان علی خامنه‌ای در سپاه گفته باید نیروهای تربیت پیدا کنند تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته باشند. حسین طیبیفر، جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران گفته که این نیرو باید دست روی ماشه داشته باشد. آقای طیبی که در مراسم معرفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس در استان اردبیل شرکت کرده بود گفت در سپاه پاسداران باید نیروهای تربیت پیدا کنند تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته باشند تا از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی ارزشی و اعتقادی دفاع بکنند چجوری میخوان دفاع بکنن از ارزشهای انقلاب اسلامی با کشتن؟ با مسلسل اسلحه دقیقا مدت من دارم به شما میگم شنوندگان و بینندگان ما که بدون شک توقع یک جنگ تمام ایار رو از رژیم داشته باشید اما این ارزش هایی که این آقا در رجای صحبت میکنه و اصولا انقلاب اسلامی که این دارن ازش دفاع میکنن چیه و من قبلا در مورد این توضیح دادم انقلاب زمانی که شما میای یک چیزی رو یک اکوسیستمی که به نظر شما باید تغییر بکنه حالا خوب بعد یا هر چی کلا بکوبی نابودش بکنی فرض کن یک جنگل رو از بیخ و بن بسوزونیش تمام درختاشو بکنی علفاشو نابود بکنی تمام جانورانشو بکشی حتی خاکشم هم شخ بزنی کرماش هم بکشی و اون چیزی رو که خودت میخوای از پایه بسازی اونجا کرم جدید بیاری درخت جدید بکاری کاری علف مورد علاقت بیاری حیوانات مرد علاقت بیاری شاید اصلا درختی که قبلا اونجا بود بخوای نباشه چیز جدید بیاری این انقلابه انقلاب اسلامی برای شخم زدن ایرانیت اومده اما صحبت های این آقا نشان از دو چیز داره این آقای طیبی فر اول اینکه ایشون داره آماده میشه برای اینکه در مقابل یک جنگ تمام ایار قدلم میکنه یعنی چی یعنی اینا میدونن که مردم میان که داغم میکنن مردم میان بزنن که بندازن و شوخی هم نخواهند داشت این اولا دوما صحبت های ایشون داره این رو القا میکنه و این رو داره نشون میده که ما آدمایی در سپاه نداریم که الان ماشه بچک بچکنن و بکشن شاید داشته باشن قطعا خیلی هاشون هستن اما همهشون نیستن و الان صحبت از چی دارن میکنن پاکسازی مثلا در ادامه گفته اجازه ورود هیچ گونه ویروس و موریانه ای به سپاه داده نخواهد شد او در این ارتباط گفت مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه در کنار حفاظت و فرماندهی سعی می تا اجازه ندهند ویروس و موریانه ای وارد مجموعه سپاه شده و شاکله ارزشی آن را مختوش کند خب بر شما پنهان نیستش که الان مشخصه که اسرائیل در تمام نهادهای امنیتی اطلاعاتی به خصوص در خود سپاه پاسداران نفوذ کرده تا سطوح بسیار بالا تا جایی که اینا مجبور شدن که حسین طائب یکی از نزدیکترین افراد به مشتبه خامنه‌ای و علی خامنه‌ای رو برکنار بکنن به جزون اون محافظای شخصی علی خامنه‌ای رو فرمانده سپاه ولیام سی هزار تا محافظ شخصی داره علی خامنه ای و فرمانده این رو مجبور شدن برکنار بکنن افراد دیگه هم قطعا برکنار شدن حتی خبر دستگیری این فرمانده سپاه ولیام را منتشر شد چرا به خاطر اینکه الان مشخصه که اسرائیل دستگاه های امنیتی رژیم رو سوراخ سوراخ کرده یعنی بسیاری از اینا شدن مهره اسرائیل اما این به یک چیز دیگه هم داره اشاره میکنه که ما باید سفت و سخت بشیم هسته سفتتر و سختتر تشکیل بدیم این به خودی خود چیکار داره میکنه کاری که دکترین جدید اینا خواهد کرد چیه اینکه سپاه خودیتر و خودیتر میشه یعنی یک سری آدم یک سری چرخهای خودیتر درش به وجود میان و این بخشهایی که وارد این حلقه های خودی نشدن اصولا از نظام برمیگردن و این ریزش بیشتری از نظام رو تضمین خواهد کرد نکاتی که صحبت های این خائن اصولا روشن کرده به نظر من بسیار نکات خوبیه همطور که گفتم اولا اینکه اینها مطمئن نیستن که بتونن در مقابل مردم بیستن نکته بعدی اینه که اینا مطمئنن که مردم میان تا بزنن داغونشون بکنن و این خودش نشان دهنده اینه که اینا منتظر جنگ هستن که میدونن از پسش بر نخواهن اومد بنابراین همونطور که قبلا گفتم باید خودم رو آماده یک مبارزه و یک جنگ تمام ایار بکنیم و تا گرفتن سنگرها تمام مراکز کشور و نگهداشتن اونها نباید دست از کار بکشیم این موضوع تا حدی عیان شده که افراد حقوق بشری نمونه مثلا که خانم شیرین عبادی خانم شیرین عبادی که جایزه نوبل حقوق بشر برده که من شخصا هیچ ارزشی برای این جایزه قائل نیستم یعنی نوبل حقوق بشر اصلا برای من یه چیز کاملا مجهولیه یعنی معنی نمیده این گذشته از اینکه این, این جایزه رو به خیلی کسا دادن که اصلا طرف تو زرد از آب در اومده نمونه باراک اوباما و آنسان سوچی مثلا گذشته از اون این نوبل رو خود کمیته اصلی نوبل سوئد نمیده این نوبل رو نروژیا میدن و این اصلاً نوبل واقعی نیست نوبل واقعی چند رشته علمیه که مجموعه ای از افراد مشهور و بسیار مهم در تاریخ بشریت اینو گرفتن و متاسفانه نامی از ایران در این نیست که من بعدها به اون خواهم پرداخت که چرا نیست و ما اینو باید در آینده ترمیم بکنیم و ما باید ناممون ایرانی ها در نوبل واقعی باشه این حقوق بشر نوبل نیست اما خانم چی نبادی در یه صحبت که در ایران اینترنشنال داشته چی گفته من کوتاهش رو از رو همین توییت میخونم او گفته حقوق بشر روی میز مذاکره اقتصادی ذبح میشود برای اروپا منافع و امنیت خودش است هموطنان بدانند که هر اتفاق خوبی در ایران بیفتد باید به دست خود ما ایرانی ها رخ دهد. اینا هم حقوق بشریایی هستن که از صبح تا شب طی یکی دو دهه اخیر فقط راجع به این صحبت میکنن که این سازمان حقوق بشری محکوم بکنه اون یکی نکنه اینو اینو بگه اونو نگه خودشون هم عضو بسیار از این سازمان ها هستن مستقیم و غیر مستقیم آخرین نکته ای که واقعا اینا رو از خیال خام در آورد امثال خانم شیرین عبادی رو همین سفر به اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران بود در حالی که مردم دارن سرکوب میکنن در چندین استان و کاملا ملت شعارهای سیاسی براندازانه برای بازگشت پادشاهی میدن یه نفر رو سازمان ملل فرستاد تهران علنا هم گفتش که آقا این خانم باج میگیره اجازه هم داریم که باج بگیریم از رژیم و اومد یه سری پرتوپلا علیه آمریکا گفت طرفداری از رژیم کرد گذاشت رفت اینجا بود که اینا دیگه بریدن و الان چشمشون باز کردن چیزی که ما سالهاست داریم میگیم ما آینده کشورمون بر پایه حقوق بشر و این چرت و پرتا نیست اینها همه مفاهیمیه که فقط در قالب ملی معنی میده یعنی حقوق بشر ایرانیا برای ایرانیا مهم باید باشه و این اصل باید بشه. همونطور که حقوق بشر آلمانیا برای آلمانیا مهمه حقوق بشر آمریکایی برای آمریکایی مهمه حقوق بشر ایتالیایی برای ایتالیایی مهمه و الی ببینید خودمون رو سر کار نذاریم باید حق و حقوق خودمون رو بگیریم هیچکس حقمون رو به ما نخواهد داد و این راه از دل یک جنگ تمام عیار میگذره بنابراین جای خوشحالی داره که یه سریا چشمشون رو باز کردن و الان حقایق داره روشن میشه از طرفی سپاه و تمام این ایران فروش ها و این ایران ها و این نجات پرست ها علیه ایرانیت که اصولا جز این فرقن دیگه همین آقای آخوند آخوند دیگه اعتقاد داره که سیدا برترن به ایرانیان و روحانیت شیعه بر پایه کل این مفهوم سادات ایجاد شده و الی آخر دیگه داستانشو میدونید تا من بارها گفتم در آینده حالا بیشتر توضیح میدم اما اول آخرش اینه که سپاه کم آورده و پیام ها رو مستقیم و غیر مستقیم داره ارسال میکنه ما باید آماده یک مبارزه بشیم به جز این نخواهد بود شبکه هاتون رو بسازید همونطور که در پادکست قبلی گفتم ابتدا از روی کار سیاسی آغاز بکنید کار سیاسی ما از الان تا عبد ادامه خواهد داشت اما زمانهایی ما باید عملی آسینام رو بالا بزنیم حالا من در پادکست ها نمیتونم واقعا زیاد وارد جزئیات بشم چون همین الان اینستاگرام و شبکه های دیگه دنبال اینن که یک بهانه پیدا بکنن ما رو سانسور بکنن ما رو سرکوب بکنن و خیلی از این مسائل بنابراین خودتون بگیرید من چی دارم میگم هر وسیله که رژیم در این مبارزه علیه شما برای سرکوب استفاده میکنه شما ملت ایران حق دارید و ما ایرانیان حق داریم که تهیه بکنیم و برای دفاع از خودمون و کشورمون استفاده بکنیم. امیدوارم این پادکست کوتاه را پسنده باشید تا برنامه بعدی بدرود.